دوستان و همراهان بایلجی، امیدوارم که حالتون خوب باشه، حال دلتون خوب باشه. ما یک بار دیگه با یک لایو دیگه در خدمت شما دوستان هستیم. عمده صحبت امروز ما در رابطه با لتر آف ساپورت نفر اسنشیال در استارتاپ هست، یعنی سوالات استارتاپیتون رو میتونید بپرسید. خواهشاً برای بررسی کردن شرایطتون فرم های ارزیابی ما رو پر بکنید. دفتر تهران، دفتر تورنتو، ما دو تا نمایندگی داریم، دفتر شیراز البته فرق نمی کنه. اگر که مایل هستید که از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر باهاتون تماس بگیرن، دفتر تهران یا هم شهری های به قول معروف هموطن های شیرازی مون میتونن دفتر شیراز رو انتخاب بکنن. و اگر مایل هستین، تمایل دارین که در ساعت‌های بعد از ظهر، یعنی 5 بعد از ظهر به بعد باهاتون تماس گرفته بشه، دفتر تورنتو رو انتخاب بکنید. هیچ فرقی نمی‌کنه. برای اینکه شرایط شما رو بررسی بکنیم، نیاز دارین که شما اصلا فرم‌های ارزیابیتون رو پر بکنید. سلام، حال شما خوبین؟ ممنون، مرسی. شما خوب هستین؟ قربان شما. من حالا داشتم میشیدم میگفتی همشهری هم، اگه شما شیرازی؟ نه، گفتم هموطنان شیرازی. خودم اصلاح کردم آقای یعنی. خب شما خوبه انشالله؟ خیلی هم ممنون، مرسی. نه متاسفانه من این افتخار رو ندارم که شیرازی باشم. اختیار داری، ولی شیرازی ها رو دوست میداری؟ قطعا. من کلا علاقه بسیار زیاد، ما اولا از شهرهای مختلف همکاران خیلی خوب داریم، اصفهانی، شیرازی، و من واقعا توی این مدت بسیار لذت بردم از همکاری باهاشون و اینکه چقدر مهربونن، چقدر دلنشینن و چیزهای جدید ازشون یاد گرفتم. بسیارم عالی. الان که چیزهای جدید یاد گرفتی، شما عرضم به حضور شما، سیب زمین رو شیرازی ها چی میگن؟ سیب زمین رو نمیدونم. نمیدونی چی میگن؟ سیب شیرازی ها به سیب زمین میگن آلو. آها، اینو شنیدم. چرا آلو؟ نمیدونستم اینو. ولی بله، من یکی از همکارانم شیرازی هستن، اینو باید پختم ولی یادم رفته. آره، نه میگن آلو. خیلی یه سری چیز از ماست و خیار هم میگن ماست بالنگو. هرحال چیزهای مختلفی هست. من شیراز درس خوندم 3 سال شیراز بودم و اون قدیما، و چیزهای خیلی جالبی شنیدم و یاد گرفتم ازشون. خدمتون عرض شود که در خدمتون هستیم. خیلی ممنون. ما واقعا اولا از شما من بسیار ممنون هستم که به خاطر که ما بهره فراوانی، یعنی اینجوری که حالا من فیدبک گرفتم، به غیر از خود من که حالا این رو دارم میگم، ولی بسیاری از هم راهان ما این رو گفتن که بهره فراوانی از آموزه‌های علمی شما، فنی شما، و اینکه خب شما یک واقعا وکیل پرتلاش و اندیشمندی هستین. من دارم نتیجه کارهای شما رو میبینم. من خودم به نوبه خودم لذت میبرم که شما در این راهی که خب واقعا مهاجرت راه سختیه، راه تصمیم بزرگیه، و اینکه هموطنان ما رو همراهی میکنید. قبل از هر چیزی ازتون سپاسگزاری بکنم. قربون شما، خواهش من، نظر لطف شما. و اینکه خب به قول معروف لطف همراهانتون رو به گوش شما برسم، این خودش میشه یک انرژی. من فکر میکنم که انقدر هموطنان شما رو دوست دارن، انقدر به قول معروف ارزش کار شما رو میدونن و درک میکنن. من خواستم از طرف همراهانمونم از شما یه تشکر مخصوص داشته باشم. ممنونم، مرسی، لطف دارین شما. من همیشه گفتم اولا بحثی که هست اینه که من سعیم این بوده که این کارهایی که داریم انجام میدیم
بیشتر استاندارد واقعی کار وکالتی رو اعلام بکنیم، نشون بدیم و به مردم بگیم که برخلاف تصوری که معمولا ایرونی ها از وکیل دارن، وکیل همیشه نقشش این نیستش که یه پولی بگیره و حالا یه کاری انجام بده یا نده و این مسائل. قدیما تو ایران یه حرفی بود میگفت وکیلا حرف مفت زیاد میزنن ولی مفت حرف نمیزنن، اصطلاحش این بود. ما اومدیم عملا سعیم این هستش که اثبات بکنیم که همچی چیزی نیست، سعی میکنیم کار درست انجام بدیم و وعده بی خود به مردم ندیم، وعده واهی ندیم، از امید مردم سوء استفاده نکنیم. چون عملا تو ایران شما آدم های زیادی رو میبینیم میشینن دوست دارن مهاجرت کنن، حالا شرایطش رو داشته باشن یا نداشته باشن علاقمند مهاجرت هستن و حالا یکی بیاد از این سراب سوء استفاده کنه، بیاد مثلا طرف بدون اینکه هیچ چیزی شرایطی داشته باشه عملا باش توافقاتی بکنه، بذارتش توی فضای تخیلی، طرف مثلا ندونه واقعا آخر عاقبتش چی میشه و اینها، خب کار اصلا انسانی نیست دیگه، متوجه هستیم. و به هر حال امروز یه جلسه صبح قبل از این جلسه من داشتم با بچه ها از بکراند خودم داشتم کار صحبت میکردم، گفتم خب من یه عمری جنگجو بودم، متوجه مثلا وکیلی بودم که تو دادگاه ها میرفت، چه تو ایران چه تو امارات حتی توی کانادا یه تعدادی، ولی ایمیگریشن خصیصه جنگجویی نداره، ایمیگریشن بیشتر خصیصه استراتژی داره، یعنی بیشتر جنبه این داره که تو چجوری فایلتو درست کنی که طرف خوشش بیاد، متوجه هستی که افسر از پرونده خوشش بیاد و نتیجه مثبت. همش ماجرای اون پازل است که اینا رو چجوری بچینی و بر اساس اون بتونی به نتیجه مثبت برسی. هر صورت کاری که ما داریم الان انجام میدیم مدیون مردم هستیم، دوستانمون، زحمت همه بچه ها و پرسنلی که دارن زحمت میکشن. کار بیزینس ما خدا رو شکر اکسپنشن رو اکسپنشن، ما انشالله از تابستون از الان درباره داریم آمادگیشو انجام میدیم، تو تورنتو آفیس ما داره در واقع توسعه پیدا میکنه به یه فضای نزدیک 1000 متری در یک برج خیلی خوب و داخل آفیس فعالیت های مختلفی رو ما میخواییم کاور کنیم، بحث مهاجرت و بعد مهاجرت، یعنی داستانی که هم وکیل مهاجرتیشون باشیم، هم وکیل بیزینسیشون باشیم، هم وکیل کارهای املاکی و خرید و فروششون باشیم، یعنی یک کاملا بکاپ بدیم بهشون که سراغ غریبه نرن، با آدمایی که ناشناس هستن کار نکنن. بله. و این انشالله اتفاق بیفته، داریم این کار انجام میدیم و مدیون مردم هستیم که این کار رو میتونیم انجام بدیم. تو بخش مربوط به املاک که ما صحبتش رو میکردیم که بحث سرمایه گذاری و املاک و بیزینس های مربوط به املاک و این مسائل که مهاجرت رو هم در کنارش اد کنیم، من متوجه شدم که دوستان زیادی بعد از اینکه ما این حرف رو زدیم شروع کردن تبلیغات کردن و شروع کردن به کلاینت جذب کردن. حواستون باشه، ببینید من یه موکل اصفهانی داشتم، همیشه میگفت همه پیکچر، همه تصویر رو ببین، فقط یه چیزیش نگاه نکن. حالا اصطلاحش یه اصطلاح عامیانه یه ذره بی‌تربیتی بود، ولی من اونا رو برایش رو نمیگم، فقط کانسپتش رو به شما میگم، موضوع چی بود. داستانی که وجود داره اینه که ما میگیم میشه ولی راهش هم بلدیم و اجرا کرد، و از اینی که دیگران هم میگن میشه براتون انجام میدیم، حتما مطمئن باشید که این کار شدنی بوده و طرف تجربه اجراییشو داشته. متوجه هستید؟ اینجوری نباشه که شما تخیلی برید بر اساس اینکه فلانی، این همونیه که یزدانی میگفت، پس اینم انجام میده و هزینهش نصف هزینه یزدانیه، پس بریم باش انجام بدیم. چون دوستان به من اینجا مراجعه میکنن بعد یک سال
مونا جان بعد یک سال به من مراجعه میکنن میگن که ما پرونده ICT یا اینترا کمپانی ترانسفری رو میخواستیم با شما انجام بدیم، از شما حرفات رو شنیدیم، صحبت ها رو شنیدیم، رفتیم یکی رو پیدا کردیم یک سوم قیمت. بعد اون آدم الان ما رو یک سال گذاشته سر کار و رفیوز هم شدیم یا یه رفیوز هم نشدیم به ما خبر نمیده چی شده. متوجه هستیم به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این مردم همیشه حواسشون باشه. شما اگر میری سراغ یک کسی، مهاجرت انقدر مهمه مثل یک، به نظر من مثل یک جراحی سنگینه. شما داری بدنتو میذاری دست زیر دست یک نفر، اگه طرف حاذق نباشه ممکنه بمیری اون وسط. دقیقاً متوجه هستی؟ و زندگیت حالا فیزیکی نمیمیری ولی زندگیت نابود میشه. شما سرمایه‌ت از دست میدی، امید زندگیت از دست میدی، برنامه ریزیات میریزه به هم، مال اموالتو فروختی گذاشتی برای این کار و نتیجهش میشه هیچی. به خاطر همینم میگم ببینید، فقط اسم و عنوان یا توضیحی که تو کتاب نوشته یا تو وبسایت نوشته کفایت نمیکنه. من اون روز داشتم صحبت این بحث، حالا امروز بحثش رو مطرح میکنیم دوباره، بحث استارتاپ ویزای کار استارتاپ رو صحبت میکردیم. ملت فکر میکنن بر اساس چکلیست اداره مهاجرت برن پرونده رو انجام بدن نتیجه میگیرن. خیلی تخیلیه این تصور. یعنی شما اصلا توی خوابی عملا، به خاطری که همچی چیزی امکان نداره. شما اگر قرار بود پرونده تجاری رو شما بر اساس چکلیست اداره مهاجرت ببری جلو و نتیجه بگیری، اون وقت نیازی به وکیل و مشاور نبوده اصلا. متوجه هستی؟ در نتیجه چیزی که من میتونم بهتون بگم اینه که کلاینت اومده، کلاینت های خوب، من با چند تا از این آدوستان صحبت میکردم، دکتر صاحب فکر و بیزینس، ایده خیلی خوب، تکنولوژی خیلی خوب، مدیکال دیوایس آنچنانی، تجهیزات پزشکی، یه چیز خیلی خوب. بعد مثلا طرف رفته مثلا راهی رو رفته چیده کنار هم که نتیجهش متاسفانه منفی شده. چرا این نتیجه منفی شده؟ به خاطر اینکه کار تجاریه و شما فکر میکنی بر اساس یه چکلیست میتونی به نتیجه برسی. به هیچ عنوان این کارو نکنید، برای اینکه شما حتی اصلا تجاریشو فراموش کن. شما استودنت ویزا، برای چی من استودنت ویزا اپرووال زیاد میگیرم؟ برای چی پس فردا میرم تو دادگاه مهاجرتی درگیر میشم، دادگاه فدرال درگیر میشم، اداره مهاجرت کوتاه میاد؟ دلیلش اینه که داستان فقط چکلیست نبوده. متوجه هستین؟ اگر رو چکلیست بخوای شما ویزا بگیری، همه باید بگیرن. متوجه هستی چکلیستی که داره مهاجرت میذاره اونجا مال ایرانی نیست لااقل. من اینجوری بهتون میگم، چکلیست درسته که نوشته برای مثلا دفتر آنکارا ویژه ایرانیان و غیر ایرانیایی که به دفتر آنکارا، ولی اگه اون تو رعایت بکنی اصلا فراموش کن. یعنی اصلا شما نزدیک به نتیجه گیری هم حتی نیستی. و حالا این مسئله تو بحث پرونده‌های تجاری هزار مرتبه سنگین‌تر میشه. متوجه هستی؟ پرونده استارتاپی که ما انجام دادیم، وکیل اومده در آفیس من کار کرده، آقای یه خانومی عرب بود، عرب کانادایی اصالتاً عرب، تو آفیس ما داشت کار میکرد و این یک ماه کار کرد، بعدن یه سری خطا و سوتی داد. من عملا گفتم آقا جان شما برو، متوجه به درد کار ما نمیخواد. یه وقتی از آفیس ما رفت بیرون، رو پرونده استارتاپ رفته بود، تو رزومش نوشته بود من استارتاپ فایلی کار کردم که 1200 صفحه مطلب توش بود و من ریویوش کردم. خب بعد اینو افتخار کرده بود تو رزومش نوشته بود، خب که من به زنگ زدم گفتم شما اجازه نداری تو رزومت بر اساس مدارکی که با من امضا کردی اجازه نداری را صحبتی از کاری که با من کردی با دیگران بکنی. به هر حال منظور من اینه که این قضیه خیلی محکم و پیچیده است. برگه من میخوام سریع برم فقط این بحث ورک پرمیت استارتاپ رو یه توضیح کوچیکی بهتون بدم. البته روز چهارشنبه توضیح دادم، امروز باز سعی میکنم اونا رو ریکاور کنم بحثاشو. بعد آخرش یه در واقع نیم ساعتی که میمونه اون در واقع واقعا برسیم به جلسات و صحبت‌های دوستان که در موردشون نظرسنجی بشه و حالا بحث سوالاتشون رو جواب بدیم.
خدمتون عرض شود که در مورد ویزای کار استارتاپ بحثی که وجود داره اینه که این ویزای کار یک ویزای آپشنال هست و اجباری نیست پروسش، ولی نکته ای که دوستان معمولا رعایت نمی کنن اینه که فکر می کنن یک پالیسی خاصی وجود داره، خیلی خیلی خاص، یک دفعه یونیک به وجود اومده برای استارتاپ، ویزای کار استارتاپ. چیزی که هست این اشتباهست و دلیلش هم اینه که پروگرام استارتاپ ویزای کارش زیر مجموعه اینترنشنال موبیلیتی پروگرامه، یعنی زیر مجموعه IMP قرار میگیره و استاندارد شبیه استاندارد اونر آپریتور هست. متوجه هستی؟ بنابراین اگر ما برای یک فایل اونر آپریتور تقاضای ویزای کار میکنیم و جزئیات مفصلی رو توش میذاریم، از جمله بیزینس پلن خوب، از جمله کورپوریشنش، وبسایت، داستان‌های مختلف، حالا من نمیخوام اینجا باز دوباره همیشه رو باز کنم چون متاسفانه سوءاستفاده‌ش زیاده، خب ولی همون حجم فایل لازمه برای ورک پرمیتی که روی استارتاپ هست. دلیلش هم چیه؟ دلیلش اینه که شما کارآفرینی هستی که علاوه بر PR نیازمند TR یا ورک پرمیت هم هستی. حالا باید شما ثابت بکنی چون شما ورک پرمیت تو آردی PRت هم اپلای کرده، یه ذره کار سنگین‌تر هم میشه. چرا سنگین‌تر میشه؟ به خاطر اینکه شما ویزای کار که زیر مجموعه های تمپرار رزیدنس ویزا هست، TR هست اصطلاحاً مقابل PR، تو پرونده های تمپرر رزیدنس ویزا شما باید ثابت کنی که از کشور کانادا بر میگردی، میری بیرون و موقتی داری این کار رو انجام میدی. خب از اون طرف تو بحث مربوط به ستارتاپ که PR هست باید ثابت کنی که اینجا موندگار میشی. پس نگاه کنید قسمت تریکی کار میشه چی؟ از یه طرف باید ثابت کنی اینجا نمیمونی، از یه طرف باید ثابت کنی اینجا میمونی. این هنر وکیل است که اینو بتونه بالانس کنه، که یعنی بیاد به استناد قانون مقررات و مشخصی بیاد ثابت بکنه که این کلاینت الیجیبله، هم ورک پرمیت هست هم PR هست. حالا نکته‌ای که به وجود میاد اینه که اگه خدایی نکرده شما پرونده ای رو فایل کردی، ورک پرمیت رفیوز شد، اندازه لاقل 70-80% رو رفیوزال پرونده PRت هم تأثیر میزن. بنابراین اگر شما حواست نباشه اشتباه بکنی، ممکنه، نمیگم 100% اون یکم رفیوز میشه، ولی ممکنه این اتفاق بیفته و احتمالش هم زیاده. بنابراین باید حواستون باشه. از اون طرف خصایص خاصی وجود داره برای پرونده های ورک پرمیت از طریق استارتاپ ویزا، و یکی از خصایص اصلیش اینه که شما باید شخص اسنشیال پروژه باشی. اسنشیال هم یعنی کسی که حضورش در بیزینس ضروری هست و بایستی اکتیولی مازا بیشتر از سایرین تو اون بیزینس فعال باشه. بنابراین شما باید ثابت بکنی که اسنشیال بودنت فقط به این نیست که تو لتر آف ساپورت نوشته شده. اسنشیال بودنت بر اساس بیزنس پلان ثابت بکنی که اسنشیال بودنت واقعا اسنشیال هست. متوجه هستی؟ و ریسکی که وجود داره، من پروژه‌ای رو دیدم افراد 4 نفرن 3 نفرن تو استارتاپ همشون شدن اسنشیال. بعد مثلا ایراد کار چیه؟ ایراد کار اینه که رفیوزال یکی رو اون یکی هم تأثیر میذاره. متوجه؟ اسنشیال ریسک اصلیش اینه که رفیوزال شخص اسنشیال روی کل گروه تأثیر منفی میذاره و نتیجه میشه پرونده اونم رفیوز شه. و من اینو توی لینکدین یه مقاله‌ای در موردش نوشتم که شما حواستون باشه اونو بگیرید بخونید، به فارسی و انگلیسی هست. بنابراین اسنشیال در کنار اینکه میتونه نقش خیلی قوی و مثبتی رو پرونده استارتاپ داشته باشه، با ورک پرمیتش میتونه از اون ور مخربم باشه. بحث مثبت بودنش چی هست؟ مثبت بودنش اینه که شما یه بیزینسی رو اینجا ثبت کردی استارتاپی، یک نفر رو اسنشیال انتخاب کردی یا 2 نفر یا هر تعدادی که هست، و اینها از کمپانی استارتاپی خودشون جاب آفر گرفتن در کانادا.
اینا وارد کانادا شدن و شروع کردن فعالیت کردن. بنابراین انگیزه راه انداختن استارتاپ رو شما میتونی ثابت کنی اینجوری. متوجه؟ چون چیزی که افسر میخواد بهش مشکوک بشه چی هست؟ بزرگترین چیزی که مشکوک بهش میشه موضوعش مربوط برمیگرده به این که آیا اینا واقعا قصد اقامت دارن یا قصد این دارن که بیزینس رو راه بندازن و اقامت بگیرن. چون خیلی موقعا بحثی که به وجود میاد در مورد شخص در واقع پرونده های استارتاپ اینه که این شوه در واقع خیمه شب بازی هستش برای اینکه فرد بیاد اقامت دائم بگیره و خیلی موقعا همین هم واقعا هم همینه داستان. موضوع دیگه‌ای که مطرح هست به شدت از بیزینس کردن یا قرارداد اضافه بستن با سازمانی که لتر آف ساپورت به شما داده دوری کنه. یکی از دوستان با افتخار نشسته بود، حالا احتمالاً شاید دارن اینجا می‌بینن برنامه، با افتخار نشسته بود. می‌دونید ما به خاطر اینکه خیلی خاص بودیم، خیلی خوب بودیم، منتور ما اومده به ما گفته که من میتونم این کارم برات انجام بدم، اینقدر پول می‌گیرم. برای اینکه پتانسیل رو دیده، برای اینکه دیده خیلی خوبی ما، که من بهشون گفتم متاسفانه شما اشتباه کردید، به خاطر اینکه یکی از دلایل رفیوزالی که اداره مهاجرت رو استارتاپ ویزاها میده بیزینس کردن بین شرکت استارتاپی و شرکتی که لتر آف ساپورت داده است، به خاطر اینکه این کانفلیکت آف اینترست درست میکنه. یعنی اون برای اینکه پولی گیرش بیا چشش بسته به شما، متوجه به خطاها و مشکلات شما چشش بسته و اداره مهاجرت با این قضیه اصلا جور نیست، برای اینکه این مغایر دو دیلیجنس پروسس، متوجه هستی؟ برابر این تعبیر خوابه دیگه، متوجه هستی؟ شما تو تخیل خودت فکر میکنی خیلی خوبه، در حالی که در عالم حقوقی واقعی همچین چیزی نیست، یه چیز منفیه، به ضررت هم هست. بنابراین این مسئله رو باید حتما حواستون باشه که تو بحث های استارتاپ ورک پرمیت استارتاپ رعایت بکنی. در مجموع داشتن گرفتن ویزای کار شرط اجباری نیست تو پرونده پی آر، ولی میتونه اثر مثبت بذاره. اگر خطا بکنید، اگر راه اشتباهی برید، میتونه تاثیر منفی بذاره رو پرونده. و پرونده منفی استارتاپ هم دیگه داستانش میدونید چیه دیگه، پی آر رفیوزاله دیگه، ویزیتور ویزای نیست و شما صد خورده هزار دلار پول خرج کردی، آخر هم یه رفیوزال دستته، ته تهش میای میگی خب من یه وکیل میگیرم، اعتراض میکنم به دادگاه فدرال، پروندهمو درست بکنه، غافل از این که من وکیل اگر پرونده تو خالی پوکه من کارش نمیتونم بکنم. متوجه هستین؟ افسر طبق قوانین، افسر اداره مهاجرت بر اساس مدارک و مستندات ارائه شده تصمیم گیری میکنه، نه بر اساس تخیلات. متوجه هستین؟ یه کلاینتی تو اشپور جلسه بودم، خیلی جالب بود، میگو من اتراب ساپورت رو دادم، اینه دادم، اونه دادم، بیزنس پلن هم باید میدادم. در این حد، یعنی آدم هایی هستن که بیزینس اصلا نمیدونن چیه داستان، متوجه هستین؟ و متاسفانه خب فکر میکنن اینجوری دارن صرفه‌جویی مالی میکنن، ولی واقعیت اینه که عملا دارن خودشون از بین میبرن و پرونده شون. در صورت امیدوار هستیم ایرونی ها یاد بگیرن یه حق مشاوره بدن، یه حق مشاوره جزئی. شما قرار نیست بدی مثلا اگه قراره بری 300-400 هزار دلار خرج بکنی، قبلش راضی باش که 300 400 500 دلار حق مشاوره بدی به یه وکیلی که این کار است، اون وکیل بهت بگه این کار اوکی هست یا نیست اصلا. بعد اگر دلت خواست با وکیل کار کن، دلت خواست با وکیل کار نکن. اون تا مطلبی که هست شما خودتو نبر توی فازی که تخیلات و یه چیزای الکی باشه، متوجه هستی؟ چون واقعا سیستم مهاجرتی کانادا بر اساس چارچوب و قانون مشخص یه چیز مندراری نیست، متوجه هستید؟ من اون روز صحبت قراردادها بود، یه عده افراد رفتن فیلم پر کردن، ویدیو گذاشتن،
شما اگر قرارداد می‌بندید با وکیل کانادایی بدونید که این چیزا تو قراردادتون باشه. ببخشید شما حرف مفت داری می‌زنید. تو اصلا چی می‌دونی قرارداد تو کانادا چی هست؟ قراردادی که وکیل کانادایی می‌بنده توی کانادا می‌بنده بر اساس تمپلیت و نمونه قراردادی هستش که کانادا وکلا بهش معرفی کرده. بنابراین شما نمیتونی یه سری چیزا رو نمیتونی توش برا بنویسی، یه سری چیزا رو میتونی توش داشته باشی. متوجه هستید؟ به زبان فارسی باشه، با وکیل ایرانی امضا بشه. اصلا این اراجیف ها نیست اصلا. اینجا پرونده، محل اجرای پرونده کاناداست، وکیل پرونده کانادایی هست و موضوع قانون و مرجع رسیدگی پرونده هم در کاناداست. وکیل ایرانی اونجا چه کاره است؟ هیچ نقشی نداره. اصلا طبق قوانین مهاجرتی کانادا و خیلی از کشورهای دیگه، اگر شما مجوز قبول و مشاوره یا حالا وکالت پرونده مهاجرتی کانادا رو نداشته باشی، اجازه فعالیت نداری اصلا. متوجه هستی؟ بعد طرف میام شروع میکنن تخیلی صحبت‌های علکی مطرح کردن. اگر شما تو قراردادتون نمی‌نویسی چرا فلانی می‌نویسه؟ خب فلانی به خاطر اینکه اصلا تو باغ نیست، اصلا نمی‌دونه داستان چیه. من اون روز گفتم پرونده استارتاپی برای من اومده، طرف قرارداد امضا کرده، توش نوشته که سپرده سرمایه گذاری در پروژه استارتاپ مبلغ 130,000 دلار. دیوانه ای شما مگه؟ مثلا مغز ببخشید خر خوردی؟ مگه میشه همچین چیزی؟ موکل استارتاپی بایستی به عنوان کارآفرین تقاضای اقامت دائم بکنه، نه به عنوان سرمایه گذار. شما داریم به یارو قراردادی میدید هستش که تو اومدی سرمایه گذاری کردی تو پروژه استارتاپی و اگر پیار نشدی پول سرمایه تو پس میدی. یعنی ببینین اصلا چیزهایی رو که من دارم بهتون میگم توی قراردادها، من اصلا کسی که این کارو کرده محرز بدون هیچی از قانون و مقررات کانادا نمیدونه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه کپی قراردادش الان پیش منه. خدا شاهده من آدم بدجنسی بودم مانا جان، خدا شاهده اگه آدم بدجنسی بودم، من لااقل 6-7 ارگانیزیشن بزرگ مهاجرتی رو تا حالا زده بودم. بله. به چه دلیل؟ نه به خاطر اینکه اینا رقیب منن، نه به خاطر این خبط خطاهای سنگینی که کردن و مدارکش دستم. دقیقا طرف میاد به من میگه که شما چرا به من بهتون میزنی؟ چرا به من توهین میکنی؟ چرا افترا میزنی؟ چرا منو کوچیک میکنی تو جامعه؟ بعد من میگم بابا جان تو برو خدا رو شکر کن، من قراردادت اینجا دست منه، تو قراردادش نوشتی که همه کارو داری سوری انجام میدی، تو قراردادت نوشتی این قضیه رو. بعد هرحال استارتاپ متاسفانه میگم یه فضایی، چون پولش سنگین هست، پولی که از مردم میگیرن سنگین هست، یه فضای کاری درست کرده سالها، سالا 3-4 سال شده دیگه و خدایی نه خب متاسفانه رفته به یه سمت سویی که اصلا این هم که دارم بهتون میگم، آدمایی رو من دارم بهتون میگم که کهنه کارن، آدمایی که امروز تو مارکت ایمیگریشن اومدن، نه آدمای کهنه کار. به هر حال قرار بود اول سال میلادی شمسی من دیگه از مردم کاری نشدم، ولی یه موقعی واقعا من میسوزه، دلم واقعا میسوزه. یعنی طرف تو تخیلات داره زندگی میکنه، یعنی فکر میکنه همه چیش خوبه، همه چیش ردیفه، هیچ مشکلی نداره، قراردادش اوکی، تضمین شده است. بلاخره عزیز من تو قرارداد تضمین شده امضا کردی، قرارداد تضمین شده شورا رو قانون کانادا شناسایی نمیکنه، قبول نداره. و شما هم میدونی مثل چیه؟ مثل مال دزدیه، یکی رفته دزدی کرده، یکیش خریدتش، دوتاتون مقصره. تو وقتی با یه نفری جور میشی، میشینی کنارش و روی هم قصه سر هم میکنید که تو استارتاپ پیار بشی، شما هم به اندازه اون آدم مقصری. پس میخوای بری به کجا شکایت کنی؟ متوجه هستی؟ اون آدمی که با شما قرارداد میبنده پولتو میگیره میدونه اینو.
میدونه که دستت به هیچ جا بند نیست. بری شکایت ازش بکنی میگن خب تو چرا پول دادی، قراردادت کو اینه، تو قراردادت نوشته که همیشه قراره صدا بند بشه، روش ساخته بشه، الابل بشه. میدونستی اینو؟ بله میدونستم. یا میگی نمیدونستم. میگی چرا امضا کردی اگه نمیدونستی؟ بعد پس فردا میخوای چی بگی؟ میشه میسرپ ویزیتور ویزا هم بعدش دیگه بهت نمیدن. متوجه هستی؟ در چه اون آدما، ما آدما مثل میگم قضیه مال دزدیه. شما وقتی یه نفر دزدی میکنه میگن اون کسی که مثل قضیه رشوه دادنه، رشوه دهنده و رشوه گیرنده هر دوتاشون مقصرن. به خاطر همین هم زبانت پاس کوتاست، هیچ کاری نمیتونی بکنی. قراردادت تو قانون کانادا شناخته شده نیست. تازه فرض بر این بگیریم که اون آدم واقعا حالا وکیل یا مشاور تو کانادا هست، خب قراردادت شناخته شده نیست، یعنی قانون کانادا قبولش نداره به خاطر اینکه این چارچوب قانونیش رعایت نشده. موضوع دوم، نمیتونی بری شکایت بکنی. چرا نمیتونی بری شکایت کنی؟ که بری بگی چی؟ من پول دادم برای من جعل کنن. واقعا فهم میکنی مثل قضیه صراف است. ایرانی ها اینجا صراف است، چوکه ایرانی ها با خدا چوکه، اینجا صرافه رفته. مونا جان خیلی قضیه شالب پول توز بر... پول کرده بوده توی سبدی، توی پلاستیکی یا هر چیزی، از این مغازه به اون مغازه فلان اینا، یکی اومده فهمیده پول دزدیده ازش. پول چقدر؟ $200,000 مثلا نقد تو دستش از این مغازه رو. این آقای خوشتیپ پاشده رفته پلیس، رفته پیش پلیس گفته، همه آدمه رفته پیش پلیس برگشته گفته صرافه، گفته که من $200,000 من رو دزدیده. خب $200,000 تو؟ $200,000 نقد؟ بله نقد. از کجا $200,000 نقد آوردی؟ گفت مثلا از مشتریم گرفتن. مشتری از کی گرفته؟ ببین پلیس داستان دزدی اینه فراموش کرد، پولشویی اینه چسبید. طرفو پولشو که پس نگرفتن هیچی، کل اموالشو اینجا مصادره کردن، کل اموالشو مصادره کردن و طرفو بردن تو روزنامه ها نوشتن که این پولشویی میکرده و برای پولشویی هم از یک مسیر قاچاق استفاده میکرده، یعنی پول مواد مخدر رو جابجا میکرده. و این داستان دقیقا همین پرونده های اینجوریه که قرارداد امضا میکنن. تو میخوای بری چی بگی؟ بری پیش پلیس یا بری پیش هر کی میخوای چی بگی؟ آقا بگو من اینو، شما بگو که شما میخوای چه حرفی بزنی اونجا، بگی چی؟ من پول دادم قرار بوده برای من، مثل اون دوستمون، مثل اون دوستمون که توی پاسپورتش اقامت دائم خورده برای تاریخ اکتبر، چی اکتبر بود؟ برای تاریخ 3 فوریه، در حالی که ماه فوریه 29 روزه است. یعنی شما در نظر، خب میخوای بری چی بگی؟ میخوای بگی من نمیدونستم؟ متوجه هستی؟ زیان دیده تو این داستان، زیان دیده دو سره، یعنی هم وقتش رفته، هم پولش رفته، هم صداش نمیتونه درآد. در نتیجه چیزی که من دارم بهتون میگم، رعایت کنین، خواهشان رعایت کنین. واقعا من دلم میسوزه، واقعا من هرس میخورم از این قضیه که چرا آدم ها اینقدر خامن، چقدر اینا چقدر تخیلی فکر میکنن تو سیستم مهاجرت کانادا یه مش خنگ و احمق نشستن، هر جوری دلتون میخواد میتونی سرش کلا بذارید و مدرک بهش ارائه بدید. همچی چیزی نیست. و اگر کسی داره به شما کمک میکنه که این اتفاق بیفته، بدونین که هم شما مجرم هستید، هم اون آدم مجرم هست. و به هیچ عنوان من توصیه نمیکنم، یعنی شما میگن یه موقعی حواستون باشه، چیزی که خیلی شیرینه نمیتونه واقعی باشه. متوجه هستین؟ چیزی که خیلی جذابه نمیتونه واقعی باشه. اگر فکر میکنید واقعیه، مستندات بخواید. موکل میاد آفیس من میگه مگه میشه آقای یزدانی 2 هفته‌ای ویزای کار، کارآفرینی، مگه میشه همچین چیزی؟ خب ما توضیحمون چیه؟ آقا جان پرونده صفحه به صفحه شو نگاه کنید،
هیچی جعل نشده، هیچی دروغ گفته نشده، مستندات ما موجوده، نتیجه پرونده موجوده، نه یه دونه، 30 تا بشینید بخونید. اگر همچین چیزی هست اونو میگن هنر. من اگه قرار باشه اینجا بیام آیلز شما جعلی بذارم تو پرونده، مدارک تحصیلی تو جعلی بذارم تو پرونده، وضعیت تعهلتو بکنم مجرد بکنم متأهل با دوتا بچه، اسناد ملکی جعلی، بانکی جعلی، مسافرت جعلی، تیکت جعلی، اینجور چیزا، خب این که یه هنر نیستش که. شما عملا دارین یه آدم رو انگار طراحیش میکنی به عنوان یک چیز عالی، پرفکت. وقتی همچین چیزی باشه خب ازش میخوای ماکسیموم. اگر افسر نفهمه میگه به به عجب سوژه ای، به به این خیلی خوبه، پس بیایم بهش ویزا بدیم. این دیگه هنر نیست به نظر من. در صورت وقت من بیشتر وقت نمیگیرم، سوال جوابای دوستان را میدم. راجع به ویزای کار صحبت کنید، در مورد ویزای کار صحبت کنید. نداشته در مورد ویزای کار صحبت میگردیم. ویزای من میخوای صحبت کنم یا میخوای شما سوال کنید؟ بله حتما. خانم نسیم پرسیدن که ویزای کار موقت استارتاپ را فقط با فرد اسنشال میشه گرفت یا برای فرد غیر اسنشال هم میتونن از این ویزا استفاده کنن؟ خیلی فقط اسنشال هست، ولی ویزای کاری رو میتونید برای مثلا چه میدونم، مثلا من مین اپلیکن داشتم رو پرونده اصلی همسر بوده، تقاضای پیار کرده، پروندهش تو پروسس، اسنشیال هم نیست، همسر درجه اون یکی خانومش یا شوهرش خصایصی داشته که من میتونستم براش بیزینس ران کنم و براش تقاضای ویزای کار کنم، اونجوری میشه انجامش داد. بسیار. بعد از گرفتن لتر آف ساپورت میتوان فرد اسنشیال را تغییر داد؟ خیر. اطراف ساپورت میشه تحت شرایط خاصی، ولی تمامش رکورد میشه تو سیستم اداره، تو سیستم سازمانی که اطراف ساپورت صادر کرده. اگر اداره مهاجرت استعلام بگیره باید تمامش اعلام بکنه و بگه که خدمت عرض شود که چه تغییراتی تو این سیستم اتفاق افتاده. بنابراین من توصیه نمی کنم. من فکرم اینه که یه چیز دیگه‌ش هم اینه که سوری بودن کارا نشون میده. شما نمیتونی یه عمری اسنشیال بودی رو پروژه یه روزی یکی دیگه بیاد بشه اسنشیال. میدونی چی؟ اگه واقعی باشه بیزینس، همیشه یه نفر سردسته بوده، بالای تیم بوده و اون آدم باید با همون آدم باشه و قاعدتا تا مقطعی که میرسه به لتر آف ساپورت باید تکلیف این کار درست شده باشه. معمولا اون آدم آدمیه که تو مصاحبات و اینترویوها و غیر و غیره نقش داره، رزومه شغلش یه جوریه که واقعا برای اون بیزینس ضروریه که نقش قوی تری داشته باشه. من همیشه گفتم اسنشیال انتخابی نیست، قرعه کشی نیست، لاتاری نیست، چیزی هستش که واقعی باید باشه. یعنی شما اگر یه پروژه‌ای داری که موضوعش مثلا مربوط به تجهیزات ساختمانی هست، یک مهندس ساختمان میشه اسنشیالش. متوجه هستی؟ یه نفر با مدرک فلان نمیاد بشه. در نتیجه اینا چیزای سابقه کارا مهمه و غیر و غیره. سرکار خانم دیبا پرسیدن که آیا آزمون زبان دولینگو هم برای استارتاپ قابل قبول است؟ نه به این شما. دولینگو فقط برای پذیرش، حتی برای استادی پرمیت هم قابل قبول نیست. دولینگو رو فقط شما برای پذیرش از دانشگاه میتونی استفاده کنی. اداری مهاجرت به عنوان یک قرینه تو ویزای تحصیلی که شما زبانت اوکی ازش استفاده میکنه، ولی به عنوان مستند جز مستندات اداره مهاجرت نیست. شما تست های شناخته شده و پذیرفته شده که اداره مهاجرت کانادا در واقع تعیین کرده تو وبسایتش هست. همه جور، من داروساز انجام دادم، دندان پزشک انجام دادم، پزشک انجام دادم، مهندس عمران انجام دادم، مهندس معمار انجام دادم، حسابدار انجام دادم، مدیر بازرگانی انجام دادم، همه‌شو انجام دادیم. فایلش موجود است. شما با ویزای کار وارد کانادا میشی و
بعد از اینکه وارد کانادا شدی من پروسه استارتاپ تو اون موقع ادامه میدم. چه حسنی داره؟ گفتم لتر آف ساپورت نمیخواد چی میگن؟ گل یا پوچ بازی نمی کنی؟ واقعیه، یه چیز واقعی، توی کانادا هستی، میتونی بری انکوباتور رو ببینی، میتونی بری انجل رو ببینی و عرضم به حضور شما تمام این مسائل هست. پکیجی هم هست قرارداد، خب از لحاظ هزینه ما اینو پکیجی هست، یعنی ما یه قرارداد با تو میبندیم، ویزای کار کارآفرینی، استارتاپ ویزا، اقامت دائم از طریق استارتاپ، دوتاش با یه فی، با یه فی ثابت. و به نظر من بهترین کامبینیشنیه که ما میتونیم برای شما انجام بدیم. حالا یه سری از دوستان هستن آلردی لتر آف ساپورت گرفتن و فایل پیارشون سابمیت شده، برای اونا میشه ویزای کار این چنینی گرفت؟ بله برای اونا هم میشه، ولی تو غالب معمولا همراهشون، نه خودشون، به خاطر اینکه این صحبتی که ما میکنیم چیز جدیدی هست و یه آپشن تازه ای هستش که ما بهش رسیدیم و میتونیم ازش استفاده کنیم برای این کار. و معمولا خب از لحاظ ارزش قراردادی یکی نیست دیگه، ما دو تا سرویس داریم ارائه میدیم، یه دونه سرویس دیگه نیست، در نتیجه این دو تا سرویس هزینه هاش یه ذره سنگین تره، ولی از لحاظ اجرایی پرفکت. به خاطر چی؟ سری طرف پاشده اومده، آیلزش هم آماده نیست، مهم نیست، لتر آف ساپورتش آماده نیست، مهم نیست، با ویزای کار داره میاد، تمام اوهیب کارت درمانی و تحصیل بچه ها رایگان، همه مزایا را هم داره، توی کانادا منتظر نشسته تا پرونده استارتاپش به پیار برسه. چقدر ریسکه تو این پرونده؟ هیچی. چه ریسکی هست؟ شما کارآفرینی خودتو ثابت کردی، تو کانادا هم هستی، متوجه هستین؟ بله. چه ریسکی میکنی؟ عملا افسر چقدر ممکنه به شما رفیوز بکنه؟ 1%. چرا 1%؟ به خاطر اینکه تو توی کانادایی به عنوان کارآفری و سر کسی رو هم داری کلا نمیذاری، واقعا با یه عده‌ای که تو کانادا هستن داری کار میکنی و واقعا دنبال این هستی که بیزنس رو ران کنی. چون من مثلا شما رو برمیدارم پیش انجل، انجلی که 75,000 دلار خودش میذاره و سهام بیزنس، ارزش بیزنس خودش میشه چند، مینیمم میشه 700,000 دلار و شما هم با اون انجل در ارتباط هستی، میری آفیسش، میای. واقعا این کاری که من دارم میگم استارتاپ واقعیه، متوجه هستی؟ و هیچ مشکلی هم برای هیچ کس به وجود نمیاد. از لحاظ اجرایی هم میگم ما کلاینت بوده، قرارداد میبندی 6 ماه، 1 سال، زبان آیلز 5 نمیتونه بگیره. این روشی که من دارم صحبت میکنم آیلز نیاز نداره، متوجه هستی؟ میای تو کانادا، اگه تونستی توی 6 ماه 1 سال زبانتو بگیری، خب میری با استارتاپت میری جلو. نتونستی، ویزای کار تا 4 سال قابل تمدیده و تا یه خلاصه یه جایی به اون آیلز 5 میرسی. آقای یزدانی، آقای ترابی سوال پرسیدن که آیا ما که بازنشسته هستیم میتونیم از ترنمان رو بردارید؟ هیچ فرق نمی‌کنه، من هیچ محدودیتی ندارم، فقط محدودیت من اینه که سوی پیشینه نداشته باشید. یک. دو، مشکل بیماری‌های مصری نداشته باشید. سه، بودجه مالیتون از 300,000 دلار بیشتر باشه، نه 300,000 دلار نقد، 300,000 دلار نقدی و غیر نقدی. و یک مدرک دانشگاهی، خلاصه یه چیزی داشته باشه، حالا دانشگاهی یا حالا دیپلم فنی یا هر چیزی، یا کارت باشه دیگه، مثلا شما کارگزار گمرک بودی مدرک داری، بیمه گذار بودی مدرک داری، ریلتور بودی مدرک داری، یه چیزی باید به من ارائه بدین که ثابت بکنم شما این کاره هستید. بقیه مسائل اصلا دیگه مهم نیست، همش قابل هندل کردنه. بعد میپرسن که آیا اون مبلغ سرمایه‌ای که گفتید که باید نشون بدین 400,000 دلار 300,000 تمرکز مالی، نه برای این کسی که یک نفر میخواد از طریق استارتاپ بیا، آیا این سرمایه رو باید با خودش بیاره یا فقط برداشت؟ نه، ولی تو حساب بانکی باید یه چیز حدود 200,000 دلار نشون بده. داخل کانادا؟ نه، داخل امریکا. اوکی، بله.
ولی تو حساب بانکیش بعد نشون بده. دوستان سوالات برای ویزای تحصیلی رو اجازه بدیم توی یک جلسه دیگه آقای دکتر جواب میدن، اینطوری بهتر هستش. و اینکه یک سری سوال پرسیدن دوستان که مثلا هزینه تحصیل، این فکر میکنم به مهاجرت ربطی نداره. بهترین کاری که برای تحصیل دوستان دنبال ادمیشن هستی، پذیرش هستی، باید دانشگاه یا مشاور تحصیلی پیدا کنی. استودنت ادوایزر هم یه هزینه کوچیکی میگیرن، $1,000-$500 هرچی استودنت ادوایزر هم که براتون میرن ادمیشن میگیرن. خب این از بحث ادمیشن شما، کار دفتر وکالت نیست. تو بحث مربوط به هزینه ها هم هر کسی از هر جا ادمیشن میگیره توش، اونجا بر اساس دانشگاه نرخ ها متفاوته. مثل این نیستش که مثل کوپن که نیست که نرخش ثابت باشه، هر جایی یه جوره. یه دانشگاهی یه هزینه میگیره، یه دانشگاهی هزینه دیگه میگیره. بنابراین شما نمیتونی یک معیار برای همه در نظر بگیری، متوجه هستین؟ و در استودنت ویزا من قبلا هم بهتون گفته بودم تو بحث استودنت ویزا، سلامو دارین؟ صداتون قطع شد، الان دارم صداتون. من اگه ایرفونم مشکل پیدا کرد دست عوض میکنم. فکر کنم حتی 5 دقیقه دیگه چیز نیست، بیشتر نیست، ولی بله. اگه ایرفادم مشکل پیدا کرد در واقع همین سیم معمولی بحث میکنم. ببینید چیزی که هست تو بحث ویزای تحصیلی، یک پروسه هست ربط به دانشگاه داره و پروسه پذیرش. یه داستانی هم هست مربوط به ایمیگریشن و ویزا. پذیرش، هر پذیرشی داله برای این نیستش که شما ویزای تحصیلی گرفت میگیری. مثلا من از فلانجا پذیرش گرفتم پس من ویزای تحصیلی هم میگیرم، نه اصلا همچی چیزی نیست. حتی جایی مثل کبک که به شما لتر آف اکسپتنس هم دولت کبک میده، بازم ضمانتی نیستش که شما بتونید آخرش استادی پرمیت بگیره، متوجه هستی؟ بنابراین چیزی که هست، شما میای بر اساس سابقه تحصیلیت، رشته تحصیلیت، به شرط اینکه گپ تحصیلیت زیاد نباشه، اگرم گپی هست شغل مرتبط داشته باشی و بنیه مالی چیزی هلوش $100,000 رو بتونی نشون بدی، در اون صورت میای تقاضای ویزای تحصیلی میکنی، متوجه هستی؟ ویزای تحصیلی شرایطش با پذیرش دانشگاه فرق میکنه. ممکنه دانشگاه برای پذیرشش دولینگوی شما رو قبول کنه، خب؟ ولی آیا اداره مهاجرت همون استفاده میکنه؟ میتونه به عنوان یه قرین استفاده کنه. اسناد مالی، اسناد شخصی، پرسونال استیتمنت، چیزای دیگه، همه این چیزها رو شما لیست میکنی، مدارک رو ارائه میدی بر اساس استانداردی که ربط داره به اداره مهاجرت. خب بر اساس اون شما تقاضای استادی پرمیت میکنی. حالا تو بحث استادی پرمیت هم شما باید حواستون باشه اسم پروگرامی که نوشتی، آیا این پروگرام آنلاینه فقط؟ آیا کلاس‌های حضوریش داره تشکیل میشه یا نمیشه به خاطر کرونا؟ که در اون صورت بهت اجازه ورود هم بدن، متوجه هست؟ اگه شما قرار شد همشو آنلاین بخونی، نیازی به حضورت هم در اینجا نباشه، نیازی به ویزا گرفتن اصلا نداری. در نتیجه این مسئله مهمیه. به طور کل من چیزی که خودم توصیه میکنم، دو تا دسته آدم در نهایت تو کانادا راحت تر پیار میشن. آدمایی که استادی پرمیت گرفتن و بعد ورک پرمیت گرفتن بعد از فارغ التحصیلیشون و شروع کردن کار کردن. بله. و آدمایی که ورک پرمیت از روز اول میگیرن. این دو دسته از آدم ها که دارای این نوع ویزاهای کار هستن، بیشترین شانس نتیجه گیری اقامت دائم رو در کانادا دارن. خیلی هم ممنون. به بخش آقای دوتا یک سری سوالات هستن مرتبط نیستن با موضوع، میتونم اونا رو بگذارم؟ حالا یه دونش که یه ذره عمومی تر هست بذارید ببینیم. آقای سازمان پرسیدن که پرونده پناهندگی برادرشون روی پرونده ویزای کار ایشون میتونه تاثیر منفی داشته باشه یا خیر؟ صدای منو دارین؟ بله. خودت چی فکر میکنی آقای سازمان؟
شما این چیزی که به قول معروف خودت میدونیه دیگه، دیگه نیاز نیست من بهت بگم که معلومه که تاثیر داره. شما وقتی برادر پناهنده شده باشه شما اینجا تقاضای ویزای کار کنی به شما هم نمیدن دیگه. در نتیجه یه چیز محرزیه این قضیه، به خاطر اینکه پناهندگی جرم نیست ولی داستانی که وجود داره خبط و خطاش جرمه. متوجه هستی؟ یعنی شما ایرانی ها متاسفانه برای ادعای پناهندگی دروغ میگن زیاد و ویزای ویزیتور عادی میگیرن، وارد کانادا میشن، تقاضای پناهندگی میکنن، به هدف ویزا اومدن، به هدف ویزیت اومدن، بعد به اداره مهاجرت اومدن آویزون شدن و گفتن ما میخوایم پناهنده شیم. بنابراین دولت میگه که خب اون کسی که هم داره ویزای کار میگیره ممکنه همین تیپ آدم باشه. متوجهی؟ بعد 100% مستقیما تاثیر میذاره. اتفاقا من با یه آقایی صحبت میکردیم، این بنده خدا خانومش و بچه هاش، خانومش تحصیلی اومده بودن اینجا و الان پناهندگی کردن، خودش میگفت من با ویزای کار بیام. اصلا فکر نمیتونه، یعنی 1% شاید بشه که واسه شما کار ما انجام میدیم. متوجه هستی؟ من مشکلی ندارم برای طرح پرونده و وکالتش، ولی نتیجه شو من دارم پیشا پیش بهتون میگم. شانس نتیجه گیریش پایینه. متوجه؟ شانس نتیجه گیریش پایینه. ریسکش رو شما خودت عهده‌دار میشه که با وجود ریسک این کار رو انجام بده. سوال دیگه هم که پرسیدم، با توجه به محدودیت های فعلی آیا میتوان با ارز دیجیتال هزینه شما رو پرداخت کنید؟ حالا چرا نمیشه؟ فقط باید ارز دیجیتالی باشه که شناخته شده باشه و ما هم بتونیم در واقع ارزشش رو کاملا بدونیم واقعی هست، مشکلی توش نیست و انجام میدیم. چرا نمیدیم؟ این سوال هم که آقای دکتر جواب دادن راجع به هزینه های دانشگاه هستش که لایو از ابتدا تماشا کنم. بله حتما. خانم نسیم فکر میکنم سوال شما رو آقای یزدانی جواب دادن. اگر که مجدد لایو ما رو تماشا بکنید به پاسختون دست پیدا میکنید. خیلی ممنون. مرسی آقای یزدانی. قربون شما. مرسی. سلامت باشید. امیدوارم که بیتنده خیلی خوبی داشته باشین. انشالله در خدمتون هستم. آقای چی بود سوال من رو جواب ندید؟ بگید ما برحال ناراحت نکنیم کسی رو آخر هفته است. لطف کنن دوباره بپرسن. ساعت رو دوباره بگید. پرندگی هم فرق نمی کنه، موضوعش واقعی باشه یا غیر واقعی در حال تأثیر میذاره، تأثیری هم نداره. اگر هم واقعا پرنده باشه وقتی، حالا یه چیزی هم بهتون بگم، کسی که پرنده هست و اوکی میشه ممکنه بعدا تو پرونده خودش بیاد بگه برادر یا خواهر یا مادر من هم شرایط مشابهی داشتن، که طبق قوانین پناهندگی یک ویندو باز میشه، بهش میگن یک سال ویندو داره اون طرف که دیگران رو به پروندهش اضافه کنه. بنابراین اون فرد میتونه شما رو اضافه کنه اگر شما واقعا مشکل پروندهی این مسائل داشته باشید. پس اینجوری میتونیم مشکل تا حل کنیم. اگر طرف مستنداتش اوکی هست، همه چیش اوکیه، پرونده اینجا تشکیل داده، اداره مهاجرت ازش خواهد پرسید، کمیسیون پناهندگی، که آیا شما مشکل فقط خاص شماست یا به خانوادت هم سرایت کرده، اون وقت میگه بله هست، اینم هست. بعد اون وقت شما یه سال وقت داری که اون آدم ها رو به گروه خودت اضافه کنی که اگر اوکیشه بهش ویزیتور میدن که وارد کانادا بشه و به پیوند پرنده شما ملحق بشه. این یه چیز دیگه است، یه مقوله دیگه است. چی بود سوالشون؟ فکر میکنم پرسیده بودن که هزینه 0 تا 100 استارتاپ رو پرسیده بودن اگر اشتباه. هزینه 0 تا 100 استارتاپ بر اساس اینکه با انکوباتور باشه، با انجل باشه یا با وی سی باشه فرق میکنه، ولی از 150,000 دلار حدوداً هست و 200,000 دلار حدوداً. و در هر سه حالت ما اون بحث ویزای کارم کاور میکنیم. یعنی امروز من بهتون ویزای کار، البته اینکه میگم ویزای کار رو کاور میکنیم به این معنی نیستش که هزینه اضافه نداره. هزینه اضافه هزینه ایش هست، مثل هزینه بیزنس پلان، هزینه ثبت بیزنس، هزینه های ادمنستریشن، اینجور چیزاش هست، ولی حق الوکالمون رو با همون عدد ما کاور میکنیم. پس اگر با انجل باشه یه از این هست، با انکوباتور باشه یه از این دیگه هست. خیلی هم مرسی.
دانشجو چقدر حساب بانکی باید نشون بده؟ توصیه من بالاتر از 60,000 دلار. میگن 30,000 دلار اوکی است، ولی به نظر من اوکی نیست، چون قانون میگه بر اساس چکلیست شما بایستی میزان هزینه شهریه رو داشته باشی، شهریه یک سال رو پلاس 11,000 دلار برای یه نفر، ولی هیچ وقت اینو اداره مهاجرت راضی بهش نبوده. خیلی از مواردی که الان رفیوز میکنن استودنت ها رو میگن make sense نمیکنه با توجه به این نرخ دلار و این شرایط، شما چرا داری اینقدر خرج میکنی بیای کانادا؟ برای همین زیر بار نمیرن، متوجه هستین؟ و تمکنتون مهمه، شغلتون مهمه، پول تو کانادا داشته باشید نداشته باشید تاثیر میذاره، نقدینگیتون مهمه. توی استودنت ویزا 4 تا 6 ماه اون پول تو حساب باستی باشه، یک لحظه وارد بکنی فایده ای نداره. و اسپانسر داشته باشی تو کانادا یا نداشته باشی مهم هست. دلار هم در حال حاضر دیگه اون 3,000 خورده‌ای بانک ها نمی نویسن، به نرخ 16,000 دلار در تومن می نویسن ظاهرا، بنابراین نرخ تقریبا شبیه نرخ بازار هست. من در خدمتتون هستم، خوشحالم میشم صحبت کنم، ولی که دیگه فرصت نیست، منم جلسه دارم باید برم به کارام برسم. در خدمتتون هستم، انشالله اگر سوالی چیزی بود دوستان میتونن دایرکت بزنن، میتونن فرم ارزیابی پر کنن، ما در خدمتتون هستیم. خیلی هم ممنون، حتما خواهش میکنم. شما تلفن واتساپ ما هستش 201-416-728-89-299. خب دوستان، به خدای بزرگ میسپارمتون، امیدوارم که مجدد این مجال رو داشته باشم که ببینمتون و با هاتون صحبت بکنیم. ما اینجا هستیم که شما رو راهنمایی بکنیم و شما رو به آنچه که دلتون میخواد برای مهاجرتتون همراهی بکنیم. امیدوارم که جمعه خیلی خوبی رو پشت سر گذاشته باشین و شروع هفته بسیار نیکویی رو برای تک‌تکتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. وکیل و همراه مهاجرتی و تجاری شما از ایران تا کانادا. وی ال جی